کرمیت صحبت کنه، بعدش پلویس. 10 ثانیه من فقط یه چیزی بگم، ببخشید بابت یه دیس انفورمیشن ایشون دادن، گفتن ریشه یه واژه‌ای که استفاده شده کلمه رو نمیدونستن. من مایه رو میگم دقیقا ریشه از ربوه و نه از کلمه‌ای که استفاده شده، از ریشه ضرب میاد و خب ضرب که مشخصه دیگه، ضرب و جرح دیگه مشخصه معنیش چیه، یعنی احتیاجی نه به تفسیر داره نه به چیز داره، چون حالا دوستان آیه رو چیز نگه. من 26 تا ترجمه مختلف رو من شخصا بررسی کردم، از تمام کسایی که مسلط به زبان عربی بودن، مترجمین و مفسرین، هم مفسر بودن هم شأن نزول رو میدونستن، 24 تاشون مستقیما نوشتن بزنیدشان. من فکر نمی‌کنم کلا مثلا این تفسیری که یه دانشجوی پزشکی ممکنه داشته باشه از این ریشه، و حالا کلمه که اشتباه هستن کلا بیان کردن، فقط چون این دیس اینفورمیشن بود من گفتم یه تذکر بدم در اینجا، به خاطر اینکه اصلا کلا در زدن بودن معنی این آیه اصلا شکی نیست. عذر می‌خوام ازتون. خواهش می‌کنم پلیس جان، می‌شنویمتون. مرسی. من می‌خواستم همین رو بگم اول که کرمیت گفت، چون آیه جلوی روی من بود و ایشون میگفتن زهر است، من نمی‌دونستم چجوری داستان. بعدش همین که آقای امیر گفتن که این اسلام رو حالا گیرم که قبول نکردیم، آلترناتیوتون چیه؟ شبیه اصلاح طلبا. من خیلی وقت پیش این در واقع اینکه چطور ممکن بر اساس علم به نتایج اخلاقی برسیم، چطور میتونیم از فکت ها به ولیو ها برسیم، بر اساس کتاب مورال لندسکیپ سم هریس یه یادداشتی نوشتم در جواب به همین مغالطه‌ای که مسلمان ها میکنن. سعی میکنم که اون یادداشت رو برای شما توضیح بدم که فکر میکنم خیلی به جواب دادن به این مغالطه کمک میکنه. قضیه اینه که میگن که علم میتونه به ما بگه که ما چی رو با ارزش میدونیم، چه ولیوهایی داریم، ولی هیچ وقت نمیتونه بگه چه ولیوهایی باید داشته باشیم، چیا رو باید ارزش بدونیم. خیلی میبینیم که مردم فکر میکنن یا میشنون و میگن که علم هیچ وقت نمیتونه مهمترین سوالات زندگی انسان رو، مثلا اینکه چه چیزی ارزش زندگی کردن داره، چه چیزی ارزش مردن داره، یه زندگی خوب چه شکلیه، رو علم هیچ وقت نمیتونه جواب بده. میگن که علم هیچ وقت نمیتونه یه فاوندیشنی برای مورالیتی به ما بده، یعنی هیچ وقت نمیتونه یه بنیادی برای اخلاقیات به ما بده و ارزش اخلاقی رو برای ما معلوم کنه. میگن که ساینس دیلز ویت فکتس and facts and values seem to belong to different spheres. ببخشید من یاد داشتم به انگلیسی و خیلی کار سخت ترجمه کردن، چون موقعی که شروع کردم به این فکر نکرده بودم. یعنی که ارزش ها و فکت ها و حقایق علمی، حقایقی که قابل فالسیفایبل هستن، یعنی میشه که مثلا ممکنه در موردشون اشتباه کنیم ولی بر اساس آزمایش بهشون میرسیم، اینها با ارزش ها توی دو تا هیته جداگانه، اینا رو نمیتونیم قاطی کنیم. در این علم هیچ وقت نمیتونه در مورد اخلاقیات نظر بده. ولی در واقع توی یه جمله بخوام حرفامو جمع کنم، اینه که هیچ توضیحی که توضیح میده دنیا چجوری کار میکنه، نمیتونه توضیح بده که دنیا چجوری باید کار کنه یا how the world ought to be. ولی در واقع این یه الوژنه، این یه توهمیه که ما داریم. در واقع ولیوها، values are certain kind of facts، ارزشها نوعی از حقایق علمی هستن، حقایقی که میتونیم امتحانشون کنیم. اینا فکت هایی هستن که در مورد well-being of conscious creature هستن، در مورد تن درستی یا جان درستی، چون تن فقط منظورم نیست، در واقع سالم حالیه آدم های در واقع کریچرهای مثلا هوشیار هستن. اینا خودشون یه جور این ولیوها، ارزشها، خودشون یه جور فکتن، منتها فکت هایی که در مورد سلامت انسان. و حالا اینو بذاریم کنار، میگیم که چرا فکر میکنیم ما هیچ وقت به یه سنگ، هیچ وقت با یه سنگ همزاد پنداری نمی کنیم. چرا واقعا؟ با خودتون فکر کردید که اگه یه سنگ خورد بشه، هیچ وقت ما نمیگیم ای وای دردش گرفت؟ برای اینکه سنگ ها نمیتونن زجر بکشن. Rocks can't suffer. یعنی که سنگ ها هیچ وقت درد رو حس نمی کنن، هیچ وقت نمی فهمن خوشحالی چجوریه.
ما در خیلی بیشتر نگران گوریل ها هستیم تا مثلا یه مورچه. یه جنبندی بفرمایید. مرسی. بله راستش من تا اینجا میگم، بعد اگه اجازه بدید ادامه شو دور بعدم میگم، چون خیلی فشرده است. در واقع یه کتابه که من اینجا جمع کردم. بعد بله من ادامه شو دور بعد میگم. سعی کنید تو زنگ خیلی ممنون. مرسی. ممنونم ازتون. بابک جان اگه میشه هند رایزینگ رو باز کنی که یه سری دوستان اگه که صحبتی ندارن میخوام برن تو آودینس تشریف ببرن، یه سری دوستانی که پایین منتظر هستن که بتونن بیان بالا تشریف بیارن. مثلا من فکر میکنم که آقای حسینی، فکر میکنم دیگه صحبتشون تموم شد، علی حسینی عزیز، و گفتن که فالو هم میکنن کلابو، درسته علی؟ بله بله من با اجازهتون بازی هم شروع شده، اگر اجازه بدید رفع زحمت کنم. خیلی خوشحال شدم، دستتون هم درد نکنه. آقا تک محبت کردیم که ما هم فوتبالی هستیم، بریم مجبوریم اینجا باشیم خدمت دوستان. نصابه نه مجبوریم نیستیم. خب منم با اجازهتون میدارم پایین دیگه. علی جان بفرمید. من نمیدونم کدومی که از دوستان بود اشاره کرد میخواد بره پایین. من بودم. باشه چشمش زنده باشه. رایزینگ هم باز نکنم، من دوستان خواستم بیان بالا. علی آقای لی وقتتون مجدد بخیر. من دوباره نگاه میکنم اون دوست محمد ما دوباره نیستن، نمیدونم چرا ما هر شب صحبت میکنیم، ایشون به من میگن وایسا من جواب تو بدم ولی نیستم. من یه کلی عرض کنم خدمت دوستان دیگه که مثل من وقتشون رو تو اسلام حروم نکنن. اینکه چرا ما تو قرآن یک سری آیاتی داریم که اینها آیات رحمانی هستند، یک سری آیاتی داریم که همش خشم و کشت و کشتار. آیات رحمانی که آیات مکی هستن، زمانی که محمد هنوز به قدرت نرسیده بوده، و این آیات مکی در مورد توحید و معاد و نبوت این اصول اولیه رو اومده بوده. ولی زمانی که به قدرت رسید آیات مدنی رو آورد که این آیات برای حکومت و امور جزئی و احکامی هستش که وجود داره، مثل اینکه زن میتونی بزنی، مثل اینکه زن کسر و و و و. تنها دلیلش همینه که تا قبل از اینکه ایشون به قدرت برسن همه چی خوب و خوش و رحمانی بود و دوستان اون آیات رو هم اصلا نیازی نمیبینن که به اون آیات بگن که آقا اینها هم نیاز به تفسیر داره. چرا هیچ موقع نمیگن الحمدلله رب العالمین نیاز به تفسیر داره؟ چرا هیچ موقع نمیگن اهدنا الصراط المستقیم تفسیر میخواد؟ ولی تمام با آیات مورددار که میدن میگن اینا تقدم و تأخر داره، اینها نیاز به تفسیر داره و هزار تا صحبت دیگه. مطلب بعدی در مورد این که قرآن رو دوستان میگن که این قابل فهم نیست، ما باید درسش رو شما خونده باشیم. یک آیهی در قرآن هست 4 بار تکرار شده و یکیش هم اگر دوستان رفرنس بخوان سوره قمر آیه 17، صراحتا گفته میشه که ما قرآن رو برای وضع و اندرز برای فهم آسان فرستادیم، آیا کسی هست که از آن پند نگیرد؟ فاین رو به بارها گفته شد که ما این رو بسیار ساده و آسان فرستادیم. و جای دیگه قرآن هم هست مثل سوره جمعه آیه 2 که قرآن رو برای بی سوادان فرستادیم. پس کاملا و صراحتا تو خود قرآن هم داره گفته میشه که ما این رو به گونه فرستادیم که برای فهم افراد عامی و بی سواد باشه، پس هیچ نیازی به تفسیر نداره. تفسیرش هم فقط برای اینه که اینها الان تو این زمانه به مشکل خوردن و میخوان اینها رو به یک جوری بخیر از سر خودشون باز بکنن. مطلب بعدی هم که هستش، خیلی از این دوستان دیندار میگن که دین اسلامی که الان داره اجرا میشه اسلام واقعی نیست. کاملا درست میگن، روایت دارن. قال صادق توی وسائل شیعه جلد 11 صفحه 37 یک نمونشه و بسیار روایت‌های دیگه وجود داره که گفته میشه هر پرچمی در زمان غیبت برافراشته شود پرچمدار آن را طاغوت میدانند و اون فرد پرستش کننده غیر خدا هست. یعنی در زمان غیبت هر کسی بیاد و اعلام حکومت اسلامی بکنه اونو طاغوت و کافر میدونن و به هیچ عنوان اصلا همچین چیز رو افرادی مثل این آقای سیستانی چرا حکومت نمی کنن؟ واسه اینکه اینها میگن افرادی بجز معصوم اصلا حق حکومت ندارن.
مطلب بعدی هم دوست بسیار روایت های دیگه هستش که گفته میشه که وقتی مهدی موعود بیادش دینی رو اجرا میکنه که تو اون دین شما باورتون نمیشه که اسلام واقعی اون چیزیست که مهدی داره اجرا میکنه. پس خودشون هم سهه میذارن که تمام این چیزی که تا به امروز داشته انجام میشده هیچ کدوم اسلام واقعی نبوده. ولی چرا اصرار دارن به حکومت؟ فقط برای اینه که از قدرتش استفاده بکنن، فقط برای اینه که بسیار ممنونم ظلم رنگ. یه نکته دیگر هم بگم از خدمتون مرتفع در 30 ثانیه لطفا نیست در 30 ثانیه خدمتون میگم. یه مباحثی هست مثل نفقه، ارث و مهریه برای خانوم ها که گفته میشه که این دوستان میان میپردازن به اینکه این نفقه برای اینه که این خانوم از نظر مالی تامین شه، این ارث نصفه برای اینه که خانوم هزینه های یک خانواده رو تامین نمی کنه. اما دلیلش چیه؟ چرایی این موضوع چیه؟ چراییش اینه که شما زن در اسلام از کار محروم شده، زن از حقوق اولیه انسان محروم شده و بهش اجازه ندادن خارج از خونه کار بکنه. حالا اومدن اینجوری مثلا میخوان بگن که ما بهش لطف کردیم. ممنون از وقتی که به من. خواهش میکنم دوستان سراغ نفرات جدید بریم. به شبنم عزیزم خوش آمد میگم. سه تا دوست در واقع جدید ما صحبت بکنم، دوباره برمیگردیم. محمد جان مایک تو دیدم، دوباره برمیگردیم. آقای پدرام بفرمایید. آقای پدرام فکر کنم تشریف ندارن. جناب پیمان درود، خسته نباشید. همگی من نفر بعدی صحبت کنید، بعد من صحبت میکنم. نوبت من نفر بعدی صحبت میکنم. خواهش میکنم. شب بهتر. خیلی هم عالی. شبنم جان بفرمایید، خوش آمد میگم. سلام سویلا جان، مرسی از دعوت. خوشحالم آقای کرمیتی هم اینجا میبینم. سلام میکنم به همه. من نبودم تو بحث کنم، آخر اومدم. جایگاه والای زن در اسلام، من فکر نیم اصلا جایگاهی داره نداره که ما هم بخواییم بدونیم. من فکر میکنم که اکثریت ادیان، البته اینو بگم، مخصوصا ادیان ابراهیمی، من حالا متخصص دینی نیستم، مطالعه گستردهی که بیام بگم من یک مطالعه گسترده دارم در این زمینه، نه این دروغ، من چنین حرفی نمیزنم. من به دنیا اومدم به عنوان یه اذان خوندن تو گوشم و من به عنوان یه بچه مسلمان شیعه به خودم شناخته شدم، یعنی به خودم هم، به خودم هم همینو به زور به من گفتن که تو این هستی، در نتیجه من نمیتونم شده. ولی من فکر میکنم تو ادیان اصولا ابراهیمی چنین جایگاهی رو نمیدن بزن و نمیدونم حالا علتش چی هست. علتش اینه که واقعا با اون تصور خودشون در اون سالهای گذشته زن رو مثلا ناقص العقل میدونستن، زن رو برده میدونستن، نفر دوم میدونستن. شاید بر اون تصوری که زن رو از پهلوی چپ آدم هوا رو درست کردن به چنین نتیجه رسیدن، زن رو کمتر دیدن. نمیدونم، فقط اینو بگم که جایگاهی نداره. وقتی که همین الان هفته پیش یه حکم میدن، میگن که قصاص جنین پسر دو برابر قصاص جنین دختره، و بعد این هفته هم یه حکمی میدن دو روز پیش که میگن که اگه زنی بخواد جنینش رو سقط بکنه، حتی اگه به خاطر بیماری، خود مادر نمیتونه نظر بده، بلکه دوتا فقیه باید بیان نظر بدن دیگه. من فکر کنم این مشخص میکنه جایگاه زن رو در اسلام. ممنون سهیلا جا. خواهش میکنم شبنم عزیز. دوستان جدید اگر که محیا جان، آقای ما صحبت میکنین؟ بله بله، با اجازتون. درود دوستان، خسته نباشید. تاریک اندیشان از باز شدن ذهن زنها میترسن، چون خوب میدانن اگر زن بداند آن را هم به فرزندان خود می آموزد. جایگاه زن در اسلام، جایگاه زن در اسلام، زن یک ناقص العقل است و باید برده مردان شود. اونجوری که من قرآن و تمام ادیان رو یه دور زدن واسه خودم، و این چه چیزی به نام حقوق بشر در کتاب قرآن وجود ندارد. و این موضوعی که میگن تفسیر کنیم، اینم بازیچه جدیدشونه. درود بر تمام آتیست ها، مخصوصا ایرانی ها. زنده باد آتیست ها، با اجازه. مرسی، ممنون که اجازه دادین صحبت کنم. خواهش میکنم، خواهش میکنم. پدرام عزیز هستین یا بریم سراغ محیا؟
ببخشید من یه چیزی بگم. شما جواب سوالتو نگرفتین نیلوفر جان. نه ولی من خواستم یه چیز بگم، این که اگر کسی صحبت میکنه لطفاً با عکس فیک و صحبت هایی که میکنه آره یه هویتی از خودش نشون بدن، ما بدونیم چه کسی داره صحبت میکنه. آخه از دلیل محدودیتی که داخل ایران هست بعضیاشون واقعا احساس خطر شاید میکنن. پدرام اگه صحبت داری اگه نکرد لحجه با بنده بودن من که نه آقا پیمان هستم از ایران عکسم هم آقای شاهین نجفی هستش. نه پیمان نه 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 ایشون با منظورش اصلا با شخص خاصی نیست. آقا پدرام بله بله سلام دوستان. من حالا جمهوری بی خدایان رو توی یوتیوب دنبال میکردم که آریان در نوبه میشتن میدیدم. آرمین منظورت دوست آرمین ببخشید. آره آرمین آرمین نوابی هست. واقعیتش جایگاه والای زن در اسلام خیلی وسخر رو یعنی نمیدونم از کجا شروع کنم. بدترینش فکر میکنم کودک همسری هست که سن دختر بچه ها در یه سن خیلی پایینی هست، فکر میکنم اون وحشتناک‌ترینشه. دومیش فکر میکنم چند همسری هست که خیلی بده، واقعا وحشتناکه. و نمیدونم واقعا من فقط ناراحت این میشم که بعضی ها اینها رو توجیه میکنن. این من رو خیلی ناراحت صدا خودم رو میشنم. ناصر عزیز میکروفونتون رو ببندید خواهش. سلام ناصر جان، امیدوارم که حالا شما هم جواب بدید. سلام داداش عزیزم. سلام ناصر جان میکروفون دیگه رو. من تا همینجا میبندم. این سه تا مورد به نظر من خیلی بده، یعنی چند همسری، کودک همسری و مورد بعدیش هم که اون در واقع آیه قرآن ضربو، فکر میکنم سه تا واقعا خیلی از نظر من وحشتناکه و به نظر من از این سه تا وحشتناکتر توجیهشه. یعنی دوستانی که میخوان بیان یه جوری این سه مورد غیر انسانی رو توجیه کنن. ممنون میشنوم. سپاسگزارم ازت. با خوشامدگویی به کاوه عزیز میریم سراغ محیا. محیا جان 4 دقیقه وقت داری از الان. سلام، ممنون از اینکه من رو یعنی رئیس هنده من رو قبول کردید. من وقتی اومدم توی این روم این تیتر جایگاه والای زن در اسلام خیلی منو مشتاق کرد که بیان ببینم روم چه مدلی و اینا. من این اول اینکه این من رو یاد یه کتابی از آقای مطهری به نام جایگاه زن در اسلام انداخت که حالا نمیدونم میخواد بخونده، شاید هم خوندیدش و به نظر من پر از مغلطه است در باره جایگاه زن در اسلام. و به نظر من اصلا زن در اسلام جایگاهی نداره که بخوایم در باره صحبت کنیم. حداقل ما بخوایم روی سوره نساء توی قرآن بحث کنیم و بقیه سوره ها رو کنار بذاریم، اینو میتونیم بفهمیم که زن یک به مسابه یک برده جنسی و کنیز خانه برای مرد و جز این کارهای دیگه ای نداره و شاید هم دستگاه جوجه کشی باشه. و به نظر من اصلا این تیتر یه ذره مغلطه داره. همین، مرسی. خواهش میکنم کاوه جان در خدمت شما هستیم. درود کاوه جان. کاوه جان درود میفرستم خدمت کاوه عزیز. قربونت بشم. درود به همگی دوستان. خیلی خوش اومدید، لطف کردید. قربونت بشم. خدمتتون هستم که اتفاقا چند وقت پیش ما یه بحثی داشتیم در روم خودمون که یه موضوعی هست که شاید خیلیا نگاهش نمی‌کنن. خشونتی که در مرد هست علیه زن از طرف ادیان بحث شد و این موضوع اصلا دیده نمیشه. ما همیشه داریم ظلم به زنها رو نگاه میکنیم و میبینیم و واقعیت هست که تو تمام جوامع هست، نه فقط ایران، حالا تو میدلیس وحشتناکتر به نوعی. این موضوع رو هم باید نگاه کنیم که خشونتی که علیه زن هست خیلی از آموزه های دینی ما باعث شده این اتفاق بیفته. حتی تو مسیحیت وقتی که تو بیشتر فرقه هاشون این تأکید میشه که زن باید فرمان ببره از مردش و به صراحت هم اومده، با اینکه خیلی شاید نرمتر به نوعی
انجیل سخن میگه در این مورد، اما باز هم به مرد این اجازه رو میده که در واقع این فشار رو به زن بیاره. توی اسلام که دیگه وحشتناکه دیگه، اسلام من نمیدونم، همیشه ما خود ما بچه های اتیست میگن که اینا کپی تورات و انجیل هست، ولی متاسفانه تو این مورد من نمیدونم چرا یه نظری از خودش داده و یه خود پارو بیشتر گذاشته از حدش و فشار رو بیشتر کرده و زن دیگه تقریبا برده است تو این قضیه و این اجازه رو به مرد میده که خیلی کارهای غیر اخلاقی رو بکنه و روی زن پیاده بکنه. صحبت دارم باز بچه ها صحبت کنم من در خدمتتون هستم. خواهش میکنم کاوه جان. خانم هدیه میشنویم شما رو. سلام به دوستای عزیزم، من تازه اومدم توی گروه ولی فقط تنها چیزی که میدونم، خب ادیان خیلی چیزا رو دارن میگن، حالا دینای مختلف نظرهای مختلف دارن، اما به نظر من بالاتر از اینا انسانیته. خیلی قشنگه که اصلا همه ما یاد بگیریم فراجنسیتی فکر کنیم و اینکه جنسیت یه آدم رو نقطه ضعفش قرار ندیم. متاسفانه توی جامعه امروز ایران این اتفاق خیلی کم میفته و خیلی با زنها بد برخورد میشه متاسفانه. حالا بیشتر به صحبتهای دوستان گوش میدم. مرسی. خواهش میکنم. برمیگردیم به آقای ناصر. نیلوفر سوالت چی بود؟ یه بار دیگه میپرسی آقای ناصر جواب بده. نیلوفر جان من سوالم در مورد توهین بود. حالا من نمیدونم آقای ناصر این که گفتن که توهین نکنید به عقاید اسلام و قرآن، خواستم بدونم که توهین به عقاید کسانی که مسلمان نیستن توی ایران مطرح هست یا نه، یعنی اجازه دارن توهین کنن مسلمان ها به غیر مسلمان ها یا خیر؟ فقط قبل از اینکه آقای ناصر شروع به صحبت کنن، دوستانی که صحبت دیگه ای ندارن میتونن موفت آدینس کنن خودشون. ممنونم. بفرمین آقای ناصر. سلام مجدد. از من جسارت میکنم. کاش اجازه میدادین تو موضوع روم حرکت بکنیم. آخه سوال نیلوفر بی جواب مونده بود. مربوط به موضوع روم تقریبا. آقای ناصر کوتاه جواب بدی لطفا. چشم. از سرکار خانم نیلوفر، جناب آقای پدرام عزیز، برادر عزیزم سپاسگزارم. قطعا هیچ مسلمانی مجاز نیست عقاید دیگری رو مورد تمسخر یا مورد توهین قرار بده. قرآن به صراحت میگه ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله، کسانی که غیر از خدا رو میپرستند شما حق ندارید بهشون فحش بدید. این کار حرامه. هر مسلمانی به عقاید سایر فرقه ها، سایر ادیان، حتی یک آتئیست توهین میکنه اون مسلمان مرتکب خطا شده. و اما راجع به مسئله فضل بوه و نه، ناکنین دوستان عزیز اومدن یک قرائتی در فضای مجازی توسط برخی از علما رواج پیدا کرده که آیه فضل بوه و نه را حمل میکنن به ضراب. ضراب در لسان عرب به معنی دست کشیدنه و آیه را اینجور تعریف میکنن که وقتی زنتون ارزان به محضرتون که تمکین نکرده باشه مشکل خوردید، ضراب از خونه فرار کنید، یعنی قهر بکنید. من به صراحت اعلام میکنم این نظر نظر علمی نیست. مراد از زدن، مراد از فضل بوه نه در این آیه هم زدن، منتها با اون تفصیل و با اون اشاراتی که من داشتم عرض کردم. میبایستی بین مفهوم، صدای بنده میاد دیگه؟ بله بله. بین مفهوم شقاق و مفهوم نشوز تفاوت قائل بشید. اگر یک مردی با زنش همسویی نگرشی نداره، تفاهم ندارن، زنش ساز مخالف میزنه، این مفهوم شقاقه نه نشوز. اینجا قرآن میگه و اسو حکما من اهلهی و حکما من اهلها، بایستی به داوری رجوع کنن. یک نفر از میون خانواده خانم، یک نفر از میون خانواده آقا بیان بشینن دور هم با گفتگو و مسالمت این موضوع رو حل بکنن. نشوز یعنی امتناع کردن از ادای حقوق زوجیت. همونطور که مرد میتونه ناشز باشه، زن میتونه ناشزه باشه. مردی که نفقه نده ناشزه، قاضی میتواند او را اول با مسالمت، با روی خوش، او را به
ایفای تکالیفش مجاب بکنه، اگر نشد میتونه از زور استفاده بکنه. و اینجا من عرض کنم اگر خانومم زورش میرسه به آقا، آقا رو کتک بزنه. یعنی چی؟ یعنی آقایی که نفقه نداد، ابتدا با روی خوش، بعد با قهر کردن نشد، اگر زورش رسید میتونه آقا رو با همون حدود سغوری که عرض کردم تنبیه بکنه. و اما در خصوص خانم اینه، قرآن میگه اگر خانمی وظایفش رو انجام نداد، فاذهن نه موعظش بکنید با روی خوش، و احجروهن فی المضاجع، با قهر بکنید که از این طریق بخواید او رو به راه بیارید. آخر میگه فضربوهن، نه او رو بزنید منتها با چه قیدی؟ عرض کردم تمام فقها میگن با چوب سواک، جوری که نه منجر به شکستگی بشه نه منجر به کبودی. فرض بفرمایید یک خانومی که بدون عذر، بدون تاکید میکنم هیچ گونه عذری، از برقراری رابطه جنسی با همسرش امتناع میکنه. اگر خانم عذر داشته باشه آقا حق نداره به خانم تحمیل بکنه، ولی خانم بدون هیچ عذری میگه من یک ماه دو ماه اصلا هیچ گونه رابطه‌ای ندارم، آقا هر مرحله‌ای رو طی میکنه، آیا اینجا این خانم ببخشید مستحق نوازشه؟ کمان که آقا هم اگر ناشز باشه مستحق نوازش نیست. اما در خصوص تعدد زوجات من یک نوع موضوعی رو عرض بکنم، ببخشید گوشه بندم شارژ نداره، من سریع عرض میکنم. قرآن آیش اینه و انکه هما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع و ان خفتم الا تعدلوا فواحده. آیون شما میتوانید یک دو تا سه تا چهار تا زن بگیرید. فان خفتم اگر ترسیدید که نمیتوانید عدالت رو رعایت کنید فواحده یه دونه بگیرید. نمیگه اگر نمیتونید، میگه فان خفتم اگر ترسیدید. میدید مثالش چیه؟ یه وقتی من دکتر بهم گفته قطعا تو اگر از آب استفاده کنی برای وضو گرفتن دچار بیماری پوستی میشه، این قطعه. ولی یه جایی هستش اینجا که قطعا نباید وضو بگیرم، یه جایی هستش من احتمال میدم، احتمال قوی که اگر از آب استفاده کنم دچار بیماری پوستی میشم. اینجا هم فقها میگن تو حق نداری وضو بگیری. حالا اینجا خداوند میگه فان خفتم اگر ترسیدید که عدالت رو نتونید رعایت کنید حق نداری آقا بری زن دوم بگیری. عدالت هم این مفهوم عرفیه، یعنی عدالتی که در عصر حاضر مطرحه با عدالتی که در جزیره العرب مطرح بوده قطعا متفاوته. ناصر جان، یونه حقا جان دلم عزیزم، من در مورد صحبتات نمیخوام هر کی بزنم، بچه‌ها خیلی حرف دارن بزنن مطمئنن، فقط شارژ تو مود از ما نیاز داریم با ما باش. چش ممنونم، من دیگه سکوت میکنم، ببخشید. ناصر جان تو سکوت نکردی، این انخفتو رو که گفتی من این آیه رو خوندی جو چشمه نوشته بله. اگر بیم آن را داشتید که میدونم نافرمانی کنم، میام بهت میدونم، برای زنانی که سرکشی و از سرکشی و نافرمانی آنها بیم دارید، یعنی به طور خیلی جالبی خود آیه تفسیری که ایشون که اگه صحبت هر توپا از اون اولین دلیل تا آخرینش مشکل داره. حالا بچه ها صحبت میکنن. پریوس عزیز آخه میدونین این انخفته رو داشت خیلی در مورد یه آیه دیگه خیلی با جزئیات تعریف میکرد و دقیقا از همون مصدر تخافون، حالا من نمیتونم عربی بخونم، اکیبا باشی همون مصدر اینجا هست، یعنی اگه بیم داشتید اول تنبیه کنید، اول نمیدونم چی کنید، بعد آخر بزنید. وقتی هم که میگه آخر بزنید یعنی که یه جوری بزنید که وقتی اون چیزای دیگه اثر نداشته اینجا اثر کنه. یعنی جسارتا اینجا اون چی که مشکل داره دوستان اجازه بدین شیل سویل جان خواهش میکنم. دوستان پایین یه سری دوست جدید داریم، به اونا میریم و دوباره میریم بالا. البته مهدی و محمد صحبتتون رو بکنید. اول مهدی عرضم بزرگتون که راجع به اون که گفتن که لا تسبوا الذین من یدعون من دون الله، به کسانی که غیر از خدا رو میپرستن فحش ندید، چون ایشون ادامه آیه رو نخوندن. ادامه آیه اینه که فیسبوا الله، میگه به اونا فحش ندین چون اونا هم فحش میدن. اینا همچین از باب احترام به بقیه ادیان نگفته که، اینا از باب این گفته که فوش بدین روشون تروتون باز میشه، اونا هم فوش میدن. وگرنه در بی احترامی به سایر ادیان همون بس که بهشون رفتی با شمشیر گفتی یا ایمان بیار یا جزیه بده. این از این توهین بالاتر که ما نداریم که یا به خدای من ایمان بیار، یا اگه نمیاری پولشو بده، جریمهشو بده، یا ترک دیار کن برو. این چه احترامی بوده؟ اون ناسزا رو از این باب گفته ندین که اگر بدین اونا هم ناسزا میدن، خواسته که یه جوری اقدامات تامین تربیتی کنه و پیشگیری کنه، از اون فوش دادن جلوگیری بکنه. راجع به شلاق آقا ناصر یه چیزی فرمودن که من یادم رفت موقع بگم، گفتن اگر کسی که گفتن شلاق توحش است، اما اگر طرف ثابت بشود که توبه کند باطل می شود این حکم.
خب حالا اگه ثابت نشد که این توبه کرده و شلاقش زدیم دیگه، چون اگه توبه کنه ثابت میشه، پس اگه شلاق رو توبه نکرد و زدیم پس دیگه توخش نیست. نه خیلی، بازم توخشه. ببینید، در این که اسلام به زنها حقوقی رو داده در عربستان جاهلی شکی نیست، ولی حرف اینه که این حقوق آیا در این زمان کافیه یا نه. من یک احکامی رو مثلا از پورتال امام خمینی از تحریر الوسیله براتون میخونم، دوستان ببینن که آیا میتونن به این احکام عمل کنن یا نه. مثلا حدیث از امام صادق هست که اینو تو پورتال امام خمینی تو تحریر الوسیله اومده که امام صادق فرمودن که از سعادت‌های مرد اینه که دخترش در خانه خودش حیض نبنده، یعنی دخترش قبل اینکه به عادت ماهیانه بشه شوهرش بده بره. الان آقا ناصر و آقا محمد که میگن احکام نیاز نه، مثلا احکام نیاز به بروز رسانی نداره و هر زمان قضا و تازه، شما باز حدیث از امام صادق بریم که میگه این آیات قرآن برای هر زمانی قضا قضاوت داره، تازگی داره، تر و تازه است. آیا آقا محمد شما دخترتو قبل اینکه حیض ببنده مثلا میای شوهرش بدی یا خواهرتو یا من دخترمو یا خواهرمو یا آقا ناصر شما؟ میخوام بگم که این احکام همشون قابل استفاده نیستن. یا مثلا تو تحریر الوسیله امام من براتون عین حکمو میخونم، میگه که نزدیکی یعنی ارتباط جنسی با زوجه با همسر قبل از تمام شدن 9 سال جایز نیست، اما سایر لذت ها مثل لمس نمودن با شهوت و بغل نمودن و تفخیز، تفخیز یعنی این که من این عبارت رو معنی میکنم، تفخیز در واقع همون سکس لایه‌پایی میشه، میگه و تفخیز حتی در شیرخوارگی اشکال نداره. این تو تحریر الوسیله است. خب یعنی یک دختری که شیرخوار است و اگر با اذن پدرش من عقد کردم میتوانم اون با اون هر مدل سکسی به جز نزدیکی کامل داشته باشم. میگه و اگر او را قبل از 9 سالگی نزدیکی کرد، حالا اگر دستش طرف این کارو کرد، بنابر عقد چیزی بر اون نیست مگر گناه، یعنی فقط گناه کرده دیگه، چیز دیگه بر اون نیست. اگه او را افضا کند، افضا یعنی چی؟ افضا یعنی با یک دختر نابالغ جوری نزدیکی بکنه که راه مدفوع و ادرارش یکی بشه، بنابر احتیاط گفتن بازم چیزی بر اون نیست. بعضی از فقها گفتن که بیاد این رو مثلا فقط یک دیه بعد پرداخت بکنه و تا آخر اون بعد نفقه اون زن رو بده، بعضی هم گفتن این دیه رو واجب نیست پرداخت بکنه. یا مثلا در باب دیگه، یا میخوام بگم که ما نمیگیم که اسم چیزی به زن نداده، ما میگیم اون چیزی که داده یک حقوق ابتدایی بوده که در زمان خودش شاید خیلی گام بزرگی بوده، ولی این گام ادامه دار چون نبوده الان همه با این قضیه مشکل دارن. مثلا در مورد نزدیکی با زوجه در مورد رابطه جنسی مرد و زن از پشت میگه که اگر بهتره که این کارو در کار نکنه مرد و مستحبه که ترکش کنه، خصوصا اگه زن ناراضی باشه. یعنی اگه زن ناراضی باشه که رابطه از پشت مقعدی با مرد داشته باشه، خصوص بهتره که مرد این، یعنی زن ناراضی باشه بهتره که مرد این کارو نکنه. یعنی مرد میتونه این کارو بکنه با وجود اینکه این زن ناراضیه. بعد اون موقع اگر این زن تن به این کار نده، این مثلا ممکنه ناجزا محسوب بشه و نشوز براش حالا در نظر گرفته بشه. من میخوام بگم اینا احکامی نیست ما بتونیم در این زمان بهش مراجعه بکنیم. بسیار ممنونم میتی جان. خواهش میکنم. شما اگر به بروز رسانی داره، آره اگه میخواد جمع بندی، 20 ثانیه وقت دارید که سریع ببندین حرف. من جمع بندیم اینه که این احکام من نمیگم بد بوده، شاید در زمان خودش بسیار هم عالی بوده، شاید 100 گام از زمان خودش جلو بوده، ولی همین احکام در زمان ما هزاران گام از زمان ما عقبه و نیاز به یک تجدید نظری داره. کاملا نمیخوام اینو بپذیرم. کاملا درسته. خیلی ممنونم مهدی جان. ممنونم سامان از اینکه همت به وقت هست. منو پریدت فکر میکنم. نه پلویس جان، یه سری اصلا سری دور اولام صحبت نکردن. سامانه دوستمون که اصلا فکر کنم گذشت رفت و بله. محمد یکی از جدیدا، آقای معین، بله دیدم بچه‌ها مایک میزنین. محمد آقای معین صحبت کنه، برمیگردیم به شما. سلام عرض میکنم خدمتتون. ارزان بزرگتون، حالا در مورد این مسئله که دوستان مطرح کردن، حالا من نمیخوام زیاد صحبت کنم، شما خودتون احتمالا میتونید جوابشو بدید، ولی من به یک قضیه براتون اشاره میکنم که جایگاه والای زن رو شما در اسلام متوجه بشید. 7 سال بعد از اینکه محمد به خلافت میرسه و حالا در بحبوحه جنگ های ضروری برای برقراری اسلام هم نبودی که سال 7 هجری بود، ایشون مطلع میشه که طایفه بنی نظیر به گنج‌هایی رو نزد خودش داره و حالا از قدیم داشتن که اینا یهودی بودن، به اونها حمله میکنه. اونها در قلعه خیبر بودند، در اونجا زندگی میکردن و
بزرگ اونها که یحیی ابن اختب بود. یحیی ابن اختب دختری داشت به اسم صفیه، دختر زیبایی بود. ایشون رو میکشن و بعدن بسیاری از یهودیان رو اونجا گردن میزنن و از جمله شوهر شوهر صفیه خانوم هم اسمش کنان ابن ربیع بود. کنان ابن ربیع رو اینقدر شکنجه میدن که بگو جای گنج ها کجاست و ایشون جاشو لو نمیده و ایشون کشته میشه. همون شب محمد به بلال میگه که صفیه رو برای من بیار، یعنی شما حساب بکنی شوهر این آدم رو کشته. صفیه هم 17 سالش بود، شوهر این آدم رو کشته، پدرش رو کشته، حالا میگه برو دخترش رو برام بیار. بلال پدر سوخته هم میاد صفیه رو از کنار اجساد کسایی که کشته شدن و گردن زدن رد میده که حساب دستش بیاد، به عبارتی از لحاظ روانی متلاشیش کنه. و با ایشون ایشون حالا رابطه جنسی برقرار میکنه که قطعا ایشون راضی هم نبوده، کسی که همون روز پدر و شوهرش کشته شده. و بعدها میگه که من ایشون رو باش ازدواج کردم و به عنوان کنیز، حالا اینا که میگن به عنوان همسر، با خودش میبره. و جالبتر این که ابو ایوب انصاری که از صحابه پیغمبر تا صبح در خیمه پیغمبر کشیک میداده با شمشیر برهنه. و وقتی که محمد از اون میپرسه فردا که تو چی کار میکردی، ایشون میگه که من ترسیدم که چون برادر و پدر او را کشتی، او در خواب تو را بکشد. حالا این یک نمونه، میگه در خانه اگر کس است یک حرف بس است. این یک نمونه از نگاهی که اسلام به زن میکنه که چجوری به عنوان کنیز، نمیدونم برده جنسی میخواین حساب کنید، نمیدونم چی میخواین حساب کنید، هرچی قضاوت با شما. مرسی که اجازه دارید صحبت کنم. خیلی ممنونم از شما، متشکرم. اونجا لطفاً البته پاسخ داره ها، بنده عرض می‌کنم مسئله اجازه بدین. سندش هم ببخشید، سندش هم یکی از اسنادش که حالا همه جا هست، یکیش از اسنادش صحیح بخاری هست 2235، این یکی از صدها سندش. اگه دوست داشتید مطالعه بفرمایید. مرسی، بسیار ممنونم از شما. دوستان توجه بفرمایید، من تذکر آیین‌نامه‌ای بدم. اینکه ما از ابتدای برنامه 4 دقیقه به همه وقت میدادیم، ولی به دلیل اینکه الان خب واقعا بالا یا به اصطلاح استیج شروع شده، از الان به بعد با اسخای از بچه‌ای که به هر ترتیب دیر اومدن تقصیر خودشونه، 3 دقیقه من منظور میکنم. سهیلا جان بفهمید. ممنونم سامان عزیز. قرار بود برگردیم به محمد که کشیکم داره و قرار بره. بعدش من دیدم شبنم هم مارکس از شبنم جان به بچه‌ای که جدید اومدن صحبت بکنن، بعدش حتما میایم سراغ شما. محمد جان بگو. الان من بگم یا خانم شبنم؟ عرض کردم محمد جان بگو دیگه. راستش من اول از شب نگاه میکردم که این حرفایی که بخوام بزنم بعدش بازخورد میگیرم. از همون بالا آقا بابک با اون نگاه گیراش زهره رو تو حلقم تلفن و گفتم که اصلا موزم رو یه جوری حفظ کنم که میرا و جدال نشه. ببینید، من میخوام راجع به همین تاپیک چندین جواب آماده کرده بودم، یعنی چند نفر اومدن اولا به قرآن یاد گرفتن، عرض کردن که چرا مثلا تو بسم الله الرحمن الرحیم ایراد نیست، بعد اومدن گفتن که قرآن مثلا خیلی ساده بیان کرده، همچین صحبت هایی کردن. ولی گفتم میخوام سریع عرض کنم که به اصطلاح اطلاعی کلام نشه، همون قرآن اگر گفته که شفاف، اگر هم قرآن گفته که برای افراد بی سواد، نمیدونم حالا این رو این شکلی قطعا نبوده، به روشنی قرآن آیه اشاره کرده، ولی همون قرآن اومده گفته که وفیه آیات المحکمات و اخراش متشابهات و این حرفا، یعنی تو همین قرآن خودش اومده گفته که بعضی از آیات من محکم هستن و بعضی به اصطلاح متشابهن و این آیات متشابه رو کسی نمیتونه معنا کنه غیر از اولی الالب. پس نگاه کنید، این حرفی که دارید میگید که قرآن به اصطلاح اینا به مشکل خوردن و دارن میگن که باید شفاف سازی بشه، نه واقعا اینجوری نیست. اتفاقا همون بسم الله الرحمن الرحیم هم هزار تا تفسیر داره. این از این بحث که سمون سریع بگذرم، چون فهمیدن سریع بحثی که آقا مهدی اومدن مطرح کردن راجع به احکام و این حرفا. ببینید، من اصلا بیام از اول قبل این هر احکامی باشه، اولا سنت دیگه. شما تو سنت پیامبر چی میبینید؟ میفرمایند که بهترین شما، نیکوترین شما
کسی هست که با خانوادهش به بهترین وجه برخورد کنه و من نسبت به همه از همه تون بهتر برخورد میکنم با خانوادم. خب این رو شما بیایید در زندگی و سیره اهل بیت نگاه بکنید و البته این مانیفستی که تو اون زمان حاکم بودن هم قطعا باید در نظر بگیرید دیگه. مثال زدم همون مانیفستی که عمر ابن خطاب داشته در زمان خودش که زن باردار رو وقتی احضار میکرده فرزند در جنین در شکمش سقط میشده رو شما اینو در نظر بگیرید. در اون زمان حضرت اومدن رساله حقوق یعنی فرمودن و تخطیب کردن و این رو اونجا باید در نظر بگیرید. حالا میخوام یه مثال خیلی شهودی بزنم. میخوام من زندگی خودم رو دارم میبینم. ما که با هم جنگ نداریم، ما که با هم دعوا نداریم، نمیخوایم هم. الان من آخر نزدیک فکر کنم 10 برابر تعداد من آقا ناصر هر اینجا هستن که قرار دعوا بدن و منتظرن صحبت من تمام بشه. ولی میخوام اینو بگم، ما به خدا قسم همتون رو دوست دارم به اندازه همه کسانی که انسان هستن. یعنی این حس نوروسی رو داشتم در وجود خودم و اصلا به خاطر همین حس نوروسی بودی که رفتم پزشکی خوندم و خدا شاهده هیچ سودی عاید من نمیشه اگر بخوام که مثلا شما رو نظرتون رو عوض کنم. محمد جان چند بندی هم بکن مرسی. همین میخوام آخر حرفم مسیحم کنم اینو بهش برسم که ببینید من تو زندگی خودم خدا شاهده من در زندگی خودم لمس میکنم. من احترامی که در کل خانواده ما به مادرم هستش بی نظیره. من میفهمم جایگاه زن در اسلام رو در برخورد شخصیتی خانواده ما در با مادرم میفهمم. اینکه حالا چه میدونم بزنه تو صورتشون پس چرا پدر من تا رو نزده تو صورت مادرم. این یعنی چی؟ این یعنی که آقا اصلا همین رو بذار کنار، احکام رو قبلش بیا سیره رو نگاه کن، بیا سیره اسلام ببین چی بوده. یعنی چی؟ یعنی این که من دارم میگم آقا بیا به این نگاه کن. اگر میخوای جایگاه اسلام رو نگاه کن، یه خانواده رو در نظر بگیر که چجوری داره با زن خانواده برخورد میکنه، با خواهر خانواده داره برخورد میکنه. این شاید خیلی قشنگ نشون بده همه چی رو. اینکه زن رو سر همه افراد خانواده است، این به نظرم قشنگترین تعریفی که من تو زندگی خودم چشیدم. حالا گفتم واقعا هم نمیخوام جدال رو راه کنم، هر چیزی هم شما میگید راجع به احکام باشه، جای خودشه بحث کردنش، من هم کسی نیستم که بخوام جواب این حرفا رو بدم. اما میخوام همین رو بگم، آیا مادر من این به اصطلاح جایگاه رو نداره؟ این اسلام این جایگاه رو برای مادر من تعیین نکرده؟ چیزی که من دارم میبینم چرا کرده و واقعا هم دارم میگم این رو بر اساس اسلام داریم میبینیم دیگه، این حوزه و خطی که اسلام برای ما مدور کرد. انشالله که حالا امیدوارم همه و همه و همه آمد. من به شما خیلی وقت دادم، قرار بود حالا 4 دقیقه من صحبت کنم. نه قرار بود 3 دقیقه صحبت کنید، ولی شما الان رو ساعت بنده که رو کرونومتر فیکس 5 دقیقه و 2 ثانیه صحبت کردید. خاطب صحبت هام رو کردم، فقط میخواستم این به اصطلاح فیدبکی که قراره بهم برگرده. البته من واقعا دارم میگم متاسفانه فضای مجازی اختصاص نمیکنه که من بخوام مثلا الان به شما چه میدونم عکس از کارت نظام پزشکی نشون بدم یا چی. نه دوست گرامی اصلا موضوع اینا نیست، موضوع اینه که ما تو جمهوری خدایان از عمدن به مخالف خودمون بیشتر وقت میدیم. من فکر میکنم شما فرمایشتون کردین، ممنون میشم. سهیل جان بفرمایید. سلامت باشید یا علی مدد. ببخشید باز اگر متاسفانه نتونستم حرفام رو بزنم، ان شاءالله که موفق و معید باشید. سلامت باشید، ممنونم ازش محمد. بریم سراغ شبنم قرار بود صحبت کنه، بعد بریم سراغ کسایی که جدید اومدن. مرسی سهیلا جان، من الان بیشتر دارم گوش میدم، صحبت خاصی ندارم، همون ازدی درخواست کردم توی چیزی که شما انجام دادیم. بله بله متوجه. بله متشکرم، ممنون ازت بهم پیش دادید. آقا مهدی چند بار صحبت کردید؟ بچه‌ها مهدی جان یه بار صحبت کردید، بریم سراغ کامی که دوره اولشه. بفرمایید و خوش آمد بگم به آقای ایمان سلیمانی عزیز. کامی جان 3 دقیقه وقت داری. خواهش می‌کنم. خیلی ممنونم. من این تایتل برنامه‌تون خیلی جالبه، جایگاه بالای زن در اسلام، همونجوری که یه دختر نازنینمون مهدی جان فکر می‌کنم یا مهیا جان گفتن، بعد عوض میگم جایگاه بالای مرد در اسلام یا جایگاه زلالت زن در اسلام. شما توجه کردید اصلا این تایتل با اون مجمل شما بخونید حدیث خودتون دیگه مشخصه دیگه طبق گفته شما. کامی جان ما اینجوری گذاشتیم دوستان مثل شما جذب بشن دیگه، یعنی طنزش معلومه.
کامی صداتون نیست، میکروفونتون هم بسته شد. نیستی که رفتم بیرون فکر کنم. آه من رفرش میکنم ایشون تو اتاق هستن. برگشتن برمیگردیم بهشون. آقای فرنود میشنویم شما رو 3 دقیقه. کلن صدای کلام بله بفهمید. درود بر شما. من اگه بخوام راجع به تایتل این کلابتون صحبت کنم، خب حرف زیاده. ببینید ما اول باید ببینیم اصلا ما اسلام منظورمون کدوم اسلامه. ما یه اسلام داریم که یه پیغمبری داشت که حدود 30 جنگ داشتن، حدود 9 همسر داشتن، تعداد کنیزکانشون هم که هنوز مشخص نیست. یه اسلام دیگه داریم که امویان بودن که حالا یه پیشرفتای علمی پرداختن. بله جان صدا میاد؟ صدای شما میاد بر آقا کامی شما آفرد یه لحظه اتخایی میکنم. آقا کامی شما فکر میکنم که پرچید از اتاق بیرون یا کلن صداتون بسته شد؟ اجازه بدید فرمید. نه من صدا باید اجازه بدید. بازم صداتون یه لحظه رفت رو دور تون صحبتتون و دوباره قطع شدید و میکروفونتون بسته شد. فرنو جان ادامه بده. بله یه اسلام داریم که حالا بعد از این 4 خلیفه که به صدا رفتن، بعدش امویان بودن که حالا اونها جنگ های بسیاری داشتن اما همزمان پیشرفت هایی هم داشتن در زمینه، هرچند که هیچ کدوم در سرزمین مبدأ اسلام نبوده اما حالا به هر حال اسم اسلام خورده. یه اسلام دیگه داریم که بعد از مدت ها به اصطلاح در کشورهای دیگه تشکیل شد و حالا شیعه جدیدی که ما الان داریم. ما متاسفانه اسلام بسیار داریم اما خوشبختانه ما یه چیزی داریم به اسم قرآن که سند و همه مسلمانان قبول داره. حالا بعضی ها میتونن تفسیر کنن، یعنی من نمیدونم یک جمله رو چطور اصلا میشه تفسیر کرد. یک جمله ساده عنوان میگه به اصطلاح کفار را بکشید، این نمیدونم چه تفسیری داره. خب گفته آقا کفار را بکشید تموم شد رفت، یک جمله ساده است. یا مثلا الان من سوره همین نساء جلوی حضورمه، جلوی رومه، آقا آیه 24 گفته که آقا هر کی را وسعت و توانه نباشد که زنان پارسا، پس این نشون میده که اونجا ریت نژادی داشتن، یعنی میگه زنان پارسا با زنان فرق داشتن. گیرت پس زنان پس کنیزکان مؤمنه که مالک آن شدید به زنی اختیار کنید. من نمیدونم دوست عزیز شما بهتر عربی رو بلد بودی یا این آقای الهی قبشه‌ای که اینو به صلاح چیز کرده ترجمه کرده. من که فکر میکنم ایشون بهتر از شما بلد بوده. یا آیه دیگه داریم، آیه 32 که به واضحی نوشته که آقا میگه که در صورتی که مخالفت و نافرمانی کردن آنان را بزنید. این عین جمله‌ای که مترجم برای ما این 50 بار جواب داده شده. بله بچه تو حرف هم دیگه ندوید لطفا، خواهش میکنم. پس کلمه 50 بار جواب داده شده. آره فرنود عزیز این چیزی که شما فرمودین قبلا ما پاسخ دادن اینجا چند بار. حالا من تازه اومدم نشیدم ولی حرفشون تموم بشه. من منظورم اینه که وقتی مترجم به این واضحی نوشته من فکر نمیکنم دیگه هیچ تفسیری داشته باشه. اما من در کل به اصطلاح چون تایتلتون جایگاه والدای زنه، من جایگاه والای زن رو بر تعداد تعدد فراوان زوجین پیامبرشون میدونم، در تعدد زوجین فراوان امام ها میدونم، در سنگسار میدونم، در کنیزداری میدونم، در به اصطلاح شکنجه شلاق زدن میدونم. من جایگاه زن رو فقط این دیدم در اسلام. بسیار ممنونم. دیگه ندیدم. خیلی ممنون. خیلی متشکرم. ممنونم فرنود جان. آقای کامی شما 2 دفعه قطع شدید، فکر میکنم نصف وقتتون مونده، نمیخواین صحبت کنین؟ نه عزیزم من فقط این جمله رو بگم و
استفاده کنم. میخواستم عرض بکنم که آقا این که شما زنی که تمکین نمیکنه میخواید بزنینش، از اون بعدم گفتی برو 50 تا زن بگیر. خب چرا اون زنه رو بزنی؟ خب برو 40 تا زن دیگه بگیر. اگر در دین دیگه ای بود که شما در آمریکا که این کار نمیتونی بکنی، در مسیحیت که نمیتونی بکنی، در یهودیت که نمیتونی بکنی، در زرتشتیت که نمیتونی. خب ما که در اسلام اگه زنه مثلا حرف منو گوش نکرد، خب من میپرم میرم میزنه دیگه میگیرم دیگه، چرا بزنمش؟ نصیحت کنه. مشکل دارن حالا. ممنونم از شما. دوست عزیز ممنونم از شما. ممنونم بچه‌ها. من شما رو می‌خواستم تو اودینس حالا. میکروفوناتون خواهش میکنم باز نکنید. نوبت به نوبت جلو میریم. ابراهیم عزیز 3 دقیقه وقت دارید. با سلام، مرسی که نوبت دادی. من چیزو میدم، میکروفونو میدم همسرم صحبت کنه. خیلی ممنون. ممنونم، بفرمایید خانم آقا ابراهیم. سلام، من اسمم فهیمه هستش. من متاسفانه آیفون ندارم و ما با هم شریکی از آیفون ایشون استفاده میکنیم. یعنی مقام زن توی اسلام، اگه یه تاریخ اسلام رو نگاه بکنید، همه جا تمام کشورهای اسلامی میبینین، حتی به اندازه معذرت میخوام، یه حیوانم برای یه زن ارزش قائل نیستن. اولا محمد خودش تا قبل از اینکه به قدرت برسه، این سگ از خدیجه میترسی، چون خدیجه یک زن قدرتمندی بود، یک زن تاجری بود و از امکانات اون استفاده کرد تا به صلاح خودشو بست. همین که خدیجه سرشو گذاشت زمین، ایشون شروع کرد دیگه، من فکر می‌کنم افسار گسیخته شد. تا زمانی که خدیجه زنده بود جرأت نداشت به چش یه زنی نگاه بکنه، ولی همین خدیجه سرشو گذاشت زمین، شروع کرد معذرت می‌خوام، به قول انگلیسی‌ها فاکرام. حتی خانم لطفاً توهین نکنید، لطفاً توهین نکنید. حتی به زن پسر خونده‌ش هم ارزشی ندارم. میشه لطفاً احترام خانم رو هم نکردید؟ ببخشید من معذرت می‌خوام اگر اینجوری گفتم. حتی به پسر هر کس میکروفونش رو باز کنه میفرستیم تو آدینس. ببخشید شرمنده. هر کنم دوستان میکروفون رو باز کنم میفرستم داخل آدینس، شرمنده. من فرستادمشون داخل آدینس. خب فهیمه جان ادامه بدید عزیز، شما آزادید دارید بگید. مثلا من اینجوری صحبت میکنم چون که چیزایی که من تو زندگیم تجربه کردم و چیزایی که دارم میبینم، منو خیلی احساسی میکنه به عنوان یه زن که هیچ نوع ارزش و حرمتی برام قائل نشدن، نه فقط توی ایران، بلکه شما برین تو افغانستان نگاه کنین، فیلمای افغانستان رو ببینین، اینا در واقع نشونه ای از اون تاریخی که اسلام شروع شد. اگر اتفاقا برین لطفا کتابهای سیامک سدوده رو بخونین، تحقیقات خیلی گسترده و عمیقی کرده راجع به وضعیت زن قبل از اسلام. اتفاقا برعکسه، اینا میگن دورانی که قبل از دوران محمد دوران وحوش بود. چرا میگن دوران وحوش بود؟ اون موقع زن جزء اشعای مثلا مرد به حساب نمی اومد، به عنوان جنس مستقل بود. اگر عاشق کسی بود، اگر میخواست با کسی ازدواج کنه، میخواست با کسی زندگی بکنه، این آزادی رو داشت. ولی وقتی که محمد اومد و با این قوانینش زنان رو تو خونه کرد، زنان رو اصلا تو قرآن هم زده با احشام فرقی نمی کنن. میدونیم دیگه قوانین رو، همه ما که زیر تحت اسلام زندگی کردیم میدونیم چرا اسید میپاشن رو صورت زن. برین فیلم های افغانستان رو نگاه کنین، ببینین داعش یه نمونه بارز دیگه شه. این اتفاقا از صدر اسلام افتاده تا به امروز. چیز جاهایی که اگر یه ذره سیبلایز عمل کردن، اونا فشار جنبش زنان بوده که دست و پای اینا رو بسته و باعث شده که اینا یه ذره برای اینکه بقا داشته باشن محترم بسرا بسیار باشن. ممنونم فهیم خانم، مرسی. تموم شد وقتم؟ شما اگه میخواین 10 سالی جنبندی بفهمید وقتتون گذشته. بله اوکی، خیلی ممنون از وقتی که به من دادید. به هر حال میخوام بگم که اصلا اینجوری نیست. این آقایون سعی میکنن یه تصویر محترمانه و خیلی مؤدبانه از اسلام بدن، ولی اسلام واقعی رو میخواین ببینین، برین تو تاریخ رو بخونین که چه بلاهایی تو زندگی واقعی آدما، حالا تو قرآن چی تصویر میشه و چی گفته میشه، ولی واقعیتی که بلایی که سر زنها اومده تو جامعه اسلامی اصلا چی میگن قابل بیان انکار نیست. خیلی مرسی فهیمه جان. و آقا ابراهیم عزیز، من شما رو فالو کردم، لطفا شما من رو فالو کنید که بتونم
به کلاب اضافتون کنم و افتخار داشته باشیم در کنار ما شما هم باشید. صفحه رو همه دو چیز کنم فالو کنم صفحه جمهوری بی خدا عرضشون میکنم دیگه براشون اینویتیشن میفرستم بابک خب معذرت میخوام من یه باز تذکر آیین‌نامه بدم دوستانی که هستن بعضیا نمیدونن جدید اومدن یا به هر شکلی بالای عنوان اتاق علامت خونه میبینید جمهوری بی خدا رو خونه که بزنید میتونید فالو کنید و مدیر کلاب میتونه بعدها شما رو عضو کلاب هم بکنه. مرسی بچه ها. من با توجه به سن این زوج باحالمون رو تخمین زدم گفتم که این تفلک رو دیگه دور سر نچرخونم براشون یه اینویتیشن بفرستم. نه بسیار بسیار کار خوبی کردی شما من برای دیگران خوبی کردم. بله ممنونم سامان جان. وحیده عزیز میشنویم شما رو. درود بر دوستان خوبم. خدمتتون عرض کنم که من یهو شوکه شدم. من اومد شما من فکر میکردم قبل از من دوستان دیگه هستم. خب عرضم حضور شما که برام خیلی جالب بود صحبت دوستان مثلا عزیزانی که به نوعی قصد در ساختن یک نمای زیبا از دین اسلام. ببینید اسلام با اومدنش در حقیقت تاریخ رو از ما دزدید، به جاش به ما حدیث و روایت داد. یعنی این آقایون همش میگن حدیث هست، روایت هست، در صورتی که قبل از این که حدیث و روایت باشه به اندازه کافی کتاب تاریخ هست در اون زمان و میتونه آدم چیز کنه. یا اومدن میگن که نه ضربه به این معنی نیست و این حرف. خب جای قرآن میبینیم ما این حرف اصلا صحت نداره. نه تنها دین اسلام، دین یهودیت، کلان ادیان ابراهیمی، چون خدایانشون مرد بودن این مشخصا زن ستیزی درشون هست. بعد یکی از دوستان اومدن گفتن که زمان جاهلیت عرب. عزیزان من بچه اساس این نمیگید عرب ها جاهل نبودن. عرب اون زمان دارای صاحب شعر و شاعران خوبی بودن. میگن دختران خودشون رو زنده بگور میکردن. یک دروغ محض. شما نگاه کنید بت‌هایی که در کعبه بود، اینا اعتقاد داشتن خدای بزرگ الله یا همون که الان اینجا استفاده میکنن توی اسلام هم میگن بسم الله، خدای بزرگ الله است، خالق آسمان و زمین و آورنده باران. بعد برای این خدا زن و فرزند قرار داده بودن که سه تا از اون فرزنداشون دختر بودن اتفاقا به نام لات، هوبل، لات و ببخشید لات، منات، عزا. بنابراین جایگاه دختر اونجا معلومه. یعنی اصلا این صحبت ها یک سری شایعات و دروغایی که آوردن. بعد دوستان چرا رای دور میرید؟ سوره بقره دیگه به وضوح گفته که زنها کشتارهای شما هستن، اثر در میخواهید بر آنها وارد شوید. سوره احزاب هست. من نمیدونم این دوستان چرا میخوان پنهان کنن، یا میگن اسلام نگفته، گفته احترام بذارید. سوره محمد هست، سوره توبه هست. آخه من واقعا نمیفهمم. من همیشه از دو جهت من احساس میکنم ما رو به سمت ناگاهی میخوان ببرن. البته این در 300-400 سال پیش که تو مکتب خونه یا آخوندی اون بالا بود بقیه هم باید مینشستن، یه ترکه دستش بود حرف میزدن، بقیه هم خود سواد نداشتن، هرچی دلشون میخواست میگفتن، خب اوکی بود، چون مردم دسترسی نداشتن به کتاب و اسناد. ولی هم تو قرن 21 شما یه سرچ کنید یا هر کتابی بخواید شما میتونید راحت پیدا کنید بخونید دیگه. اینقدر اصرار بر نماسازی یک چیزی که کلا معلوم شده. شما نگاه کنید گنده گنده این آقایون سروشی که الان دیگه رسیده به جایی که حتی محمد هم زیر سوال داره میبره. بعد این قدم نپیشونید. هازا کتاب و مبین دیگه چی داریم؟ یک سری سوره این است، یک سری سوره ها آن است. نه، دو نوع سوره داریم، سوره مکی داریم، سوره مدنی داریم. مکی قبل از هجرت، مکی بعد از هجرت. شما نیا کنید اون قبل از هجرتش هرچی از راجب گل و بلبل و بهبه و چهچهش اون قدرت نداشته آقا. وقتی رفته مدینه و شروع کردن اونجا با راهزنی و جمع بعد که قدرت دستش بوده آیه های آورده همش بکشید و بزنید و بگیرید. شما هزار خورده اسم در اسلام به خدا داده شده، یکیش اسم زنانه نیست. ممنون، قربان شما. مرسی، تشکر میکنم وحید عزیز.
میخواستم بگم کاوه چرا